سوال آخر آزمون قلمچی، سوال 240 رو با هم حل کنیم که یک سوال از الکتروشیمی و سلول گالوانی هستش. بریم سوال رو بررسی کنیم. سوال بسیار قشنگ و پردامی بوده. در سلول گالوانی نقره مس یا مس نقره، اگر حجم محلول موجود در هر یک از نیم سلول های استاندارد برابر 500 میلی لیتر باشه. بچه یه چیزی رو دقت کنید، نیم سلول های استاندارد گفته. در لحظه ای که غلظت معلول مس 2:1.4 مولار میرسد، جرم تیغه نقره چه تغییری کرده است؟ فرض کنید که یون های CO2 دوباره مثبت تولید شده در نیم سلول باقی مونه. ببینید بچه ها، توی سلول گالوانی و مس، در سلول گالوانی مس و نقره، مس شما حکم آنود رو داره و نقره حکم کاتود رو داره. آقا ما از کجا باید بدونیم این موضوع رو؟ من از کجا باید بدونم؟ شما میدونید تو سری کاهشی الکتروشیمیایی، پتانسیل کاهشی الکتروشیمیایی، اتفاقی که میفته اینه مس پایین تر از نقره هست و چیزی که بارها بنده گفتم، اونی که پایین تره آنودتره و اونی که بالاتره کاتودتره، اونی که پایین تره آنودتره و کاهنده تره، اونی که بالاتره کاتودتره و اکسنده تره. آپاسیو من آنوده و نقره من کاتوده و از طرف دیگه میدونم کاتود چاق میشه و آنود لاغر میشه. سوال از بنده پرسیده که جرم تیغه نقره چه تغییری پیدا کرد؟ بچه چون نقره کاتوده، جرمش چاق میشه، زیاد میشه، باید افزایش پیدا کنه. پس گزینه هایی که کاهش دارن حذف میشه. اما نکته جالب تست، بچه ها خوب دقت کنید، چون گفته نیم سلول استاندارد، شما میدونید که نیم سلول استاندارد هر کسی، یعنی فلزش داخل محلول خودش، محلولش باید غلظتش 1 مولار باشه. پس بنده می نویسم غلظت اولیه CU دوباره مثبت 1 مول بر لیتر بوده، بعد گفته به 1.4 مولار میرسه و غلظت ثانویش CU دوباره مثبت 1.4 شده. خب قطعا تغییراتی داشته که تغییراتش معیار منه، چون شما میدونید که توی استوکیومتری میزان تغییرات برای ما مهمه، که 0.4 مول بر لیتر بوده. اگر واکنش این سلول رو بنویسم، نقره مثبت من با CU میشه CU دوباره مثبت به علاوه نقره، که برای موازنش یکی دو پشت نقره میذارم. خب سی یو دوباره مثبت من 0.4 مولار تغییرات داشته توی نیم لیتر، مولاریته در حجم به لیتر تقسیم بر ضریب، مولاریته در حجم به لیتر تقسیم بر ضریب مساویه با گرم تقسیم بر جرم مولی در ضریب. این گرمه رو اگه بنده پیدا کنم تو گزینه ها نشسته، گرمی که باعث افزایش گرم نقره شده و الکترود نقره شده، از اینجا x بنده برابر میشه با 2/2 در 2/108، یعنی 0.4 تو 108. این جواب من قطعا باید از 108 کوچیکتر باشه، که فقط گزینه 1 که از 108 کوچیکتره. پس گزینه 1 میتونه جواب تست باشه. حواستون باشه، دام این تست این بود که برخی از بچه ها به جای غلظت مس از 1.4 مولار استفاده کرده بودن، که اگه 1.4 مولار رو اینجا قرار بدم به گزینه 3 میرسم. حواستون باشه در استوکیومتری تغییرات مواد برای ما مهمه. امیدوارم که موفق و معید بشید.